به نام خداوند بخشنده مهربان، رمضان ماه ایمان و قهرمان ساز است. ستایش مخصوص خداوند است که پروردگار همه جهانیان است، همان خدایی که در قرآن کریم خود می فرماید: من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. از مؤمنان مردانی هستند که به عهد و پیمانی که به خدا بسته بودند صادقانه وفا کردند، پس کسی از آنان هست که پیمان خود را به آخر رساند و شهید شد، و از آنان کسی هست که در انتظار و چشم به راه است و هرگز تغییر و تبدیلی در پیمان خود نی آوردند. و گواهی می دهم بر این که نیست معبود بر حق جز الله یکتا و بهمتا، و گواهی می دهم بر این که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. اما بعد، ایمان آوردن به خداوند متعال از بزرگترین نعمت ها او بر بندگانش است، چنانچه در قرآن کریم خود می فرماید که ترجمه آن زیر است: ولیکن خداوند ایمان را محبوب شما ساخت و آن را در دلهایتان زینت بخشید، و کفر و فسق و نافرمانی را برایتان منفور و ناپسند گرداند. اینان که هدایت یافتگانند، و این خیر و فضل و نعمتی از سوی خدا است، و خداوند دانای حکیم است. و بدون شک ماه مبارک رمضان ماه ایمان واقعی است، و از همین جا است که ندای آیات روزه در قرآن کریم به وصف ایمان آغاز یافته است، همان گونه که خداوند متعال می فرماید: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما فرض شده است، همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض شده بود، تا پرهیزگار شوید. و ایمان واقعی به معنای تصدیق نمودن هر آنچه که از طرف خداوند بی‌نیاز آمده و همچنان انجام عمل و مقتضای آن میباشد. و در حدیث مشهور حضرت جبریل امین علیه السلام پیرامون بیان حقیقت این ایمان که باید در قلب انسان مؤمن جایگزین شود آمده، زمانی که از پیامبر صلی الله علیه و آله پیرامون ایمان میپرسید، پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید: ایمان این است که به خداوند، فرشتگان او، کتابهای او، پیامبران او، روز رستاخیز و به این که تقدیر خیر و شر از جانب او است ایمان بیاوری. پس ایمان تنها کلمه ای نیست که به زبان گفته شود، بلکه ایمان واقعی آن چی است که به زبان اقرار شود و در قلب ثابت گردد و به انجام اعمال نیک با جوارح تصدیق گردد. خداوند متعال می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد: مؤمنان تنها کسانی هستند که چون نام خدا برده شود دلهایشان ترسان گردد، و چون آیات او بر آنها خوانده شود ایمانشان افزون گردد و بر پروردگارشان توکل می کند. کسانی که نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند، اینان مؤمنان حقیقی هستند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: مسلمان واقعی کسی است که مسلمانان از شر زبان و دست او در امان باشند، و مؤمن واقعی کسی است که مردم او را بر اموال و جانهایشان امین بپندارند. ولی کسی که با اخلاق و تصرفات خود از اوامر و نواهی خداوند متعال منحرف شود، در واقع از راه ایمان منحرف شده است. در این باره پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: هنگامی که زناکار زنا می کند مؤمن نیست، و کسی که شراب می خورد هنگام شراب خوردن مؤمن نیست، و کسی که دزدی می کند هنگام دزدی کردن مؤمن نمی باشد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم کامل بودن ایمان کسی را نفی می کند که همسایه خود را اذیت می کند، یا کسی که دانسته به شکم سیر شب سپری می کند در حالی که همسایش گرسنه است، زیرا در ضمن ایمان باید عمل انجام گیرد. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: سوگند به الله که مؤمن نیست، سوگند به الله که مؤمن نیست، سی بار گفت. گفته شد: ای رسول خدا، چه کسی مؤمن نیست؟ فرمود: کسی که همسایش از اذیت و آزارش در امان نباشد. و همچنین می فرماید: به من ایمان نیاورده است کسی که شکم سیر می خواهد و همسایش گرسنه است در حالی که گرسنگی او را می داند. پس ایمان واقعی آن است که صاحب خود را از تجاوز بر حقوق و آزادی های دیگران باز می دارد، و سینه صاحب خود را از کینه، نفرت، خودخواهی، انتقام جویی، فریب و غدر و خیانت، فساد و فسادکاری پاک نگه می دارد، و اخلاق صاحب خود را نیک می گرداند. پس تاثیر آن بر رفتار و کردار و حرکات و او در جهان و زندگی و تعاملش با همه مخلوق اشکار می شود، و با انسان و حیوان و جمادات برای کسب رضای خداوند متعال مهربان میگردد، طوری که خداوند متعال میفرماید: و غذا را به این که نیاز و دوست دارند به مسکین و یتیم و اسیر میبخشند، و میگویند: ما فقط به خاطر الله به شما غذا میدهم، نه شما پاداش میخواهم و نه سپاسید. و ایمان درختی است که ریشه آن ثابت و شاخه های آن در آسمان هاست، هنگامی که ریشه و اساس آن قوی و ثابت گردد، به اذن پروردگارش در هر وقتی بخواهد میوه آن به ثمر میرسد. و روزه و روزه واقعی از همین ایمان سرچشمه می گیرد. پس در نفس انسان آرامش و اطمینان و مراقبت خداوند متعال را ایجاد می کند. پس دیده می شود که روزدار واقعی دروغ نمی گوید، زیرا روزه با دروغ جمع نمی شود، چون روزه با بلندترین درجه مراقبت خداوند در خفا و اشکار استوار است. پس روزه میان بنده و پروردگارش راز می باشد، و دروغگویی با
رسترین و بلندترین نشانه نفاق است و آن نهایت تناقض به حقیقت روزه می باشد. بنابراین دروغ با روزه با هم جمع نمی شود. پس این شخص یا روزه دار می باشد یا دروغ گو. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که دروغ گفتن و عمل طبق آن را ترک نکند، پس خداوند به نخوردن و نوشیدن او هیچ نیازی ندارد. و هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شد آیا مؤمن ترسو می باشد، گفت بله. پس گفته شد آیا مؤمن بخیل می باشد، گفت بله. گفته شد آیا مؤمن دروغگو می باشد، گفت نه. و ایمان به خداوند متعال لذت و حلاوت زیاد دارد، آن را جز اهل رضا و کسانی که قلوبشان مملو از ایمان است درک و احساس نمی کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود لذت و حلاوت ایمان را کسی می چشد که خداوند را به حیث پروردگار و اسلام را به حیث دین و محمد صلی الله علیه و سلم را به حیث پیامبر خویش برگزیند. و در حدیث دیگری فرمود کسی که سه خصلت در او موجود باشد حلاوت و لذت ایمان را چشیده است: این که خدا و پیامبرش بیشتر از دیگران به نزد او محبوب تر بوده باشد، و این که کسی را فقط برای خدا دوست بدارد، و این که برگشت به کفر را پس از آن که خداوند او را از آن نجات داده است چنان بد و زشت بپندارد که داخل شدن به آتش را بد میپندارد. و ایمان و خوش اخلاقی دو قرین و هم نشین هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرماید کامل ترین ایمان نصیب کسانی است که اخلاق نیکو دارند و شهروندان به چندین نوع هستند. آنها کسانی هستند که با دیگران الفت میگیرند و دیگران با آنها الفت میگیرند، و در کسی که نه الفت میگیرد و نه الفت گرفته میشود خیر نیست. پس ایمان و عبادت هر دو نور هستند، و کسی که لذت و حلاوت ایمان و عبادت را چشیده باشد جز تسامح و آسانی و خوشرفتاری را نمیشناسد. پس بر خلق خدا تکبر نمی کند و بر روی آنها عبوس و خشمگین نمی باشد و بدی را به بدی پاسخ نمی گوید، بلکه همیشه عفو می کند و می بخشد. بنان پیامبر صلی الله علیه و سلم می گوید پس وقتی یکی از شما روزه دار بودید، پس نباید سخنان له و لعب و بیهوده بگوید و نباید با کسی جنگ کند. پس اگر کسی او را دشنام بدهد یا به او درگیر شود، باید بگوید من شخص روزه دار هستم. و شخص عاقل باید بداند که گاهی نمی شود با عبادت وارد بهش شد، و مگر که می شود با اخلاق نیک و گذشت و تحمل و نیک رفتاری با مردم او را وارد بهش بسازد. در این خصوص پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید مردی از ملت های پیش از شما مورد محاسبه و بازپرس قرار گرفت، ولی او هیچ کاری خوبی نداشت مگر که با مردم در می آمیخت، و او شخص ثروتمند بود و همیشه غلامان و برده های خود را امر میکرد که از شخص بی‌بضاعت و فقیر در گذرند. پس خداوند متعال فرمود ما بر این کار سزاوارتر از او هستیم، پس از گناهان او در گذرید. و ما تاکید میکنیم که ایمان واقعی نوری است که خداوند متعال آن را در دل بنده مؤمن میاندازد، و در نتیجه در قلب او حکمت و یقین جا میگیرد و با نور خداوند میبیند. از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که روزی رسول الله صلی الله علیه و آله خارج شد، پس با جوانی از انصار به نام حارثه بن نعمان روبرو شد و گفت ای حارثه چگونه صبح نمودی؟ گفت مؤمن واقعی گردیدم. پس پیامبر صلی الله علیه و آله گفت ببین چی میگویی، چون هر حقیقتی دارد. پس حقیقت ایمان تو چی است؟ گفت نفسم را از دنیا بریدم، پس شبم را زنده نمودم و روزم را به شادمانی و شادابی سپری کردم، و گویا من به سوی عرش پروردگار به صورت اشکار مینگرم، و گویا من بهشت را میبینم که چگونه در آن به سیاحت و گردش میپردازند، و به سوی اهل دوزخ میبینم که چگونه در آن به درگیری و اختلاف میپردازند. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم به او گفت دیده ای؟ پس به آن ملتزم باش، بنده ای که خداوند قلبی او را با نور ایمان روشن و منور ساخته است. و ایمان دارای بخش های و شعبه های زیادی می باشد، باید هر بنده مؤمن بر التزام آن تلاش نماید. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید ایمان دارای 70 و چند یا 60 و چند شعبه می باشد. پس بهتر و بزرگتر آن گفتن لا اله الا الله است، و ادنای آن دور کردن اشیاء مضر از راه می باشد. و حیا یکی از شعبه های ایمان است. و زمانی که کسی از امام حسن بصری رضی الله تعالی عنه پرسید آیا تو مؤمن هستی، به او گفت ایمان بدون او است. پس اگر منظورت ایمان داشتن به خدا و فرشتگان او، کتاب های او، پیامبر او، بهشت، دوزخ و زنده شدن پس از مرگ و حساب، و هدف تو از پرسشت پیرامون این فرموده خداوند بوده باشد که ترجمه انزیر است، مؤمنان تنها کسانی هستند که چون نام خدا برده شود دلهایشان ترسان گردد، و چون آیات او بر آنها خوانده شود ایمانشان افزون گردد و بر پروردگارشان توکل میکند. کسانی که نماز را برپا میدارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق میکند، اینان مؤمنان حقیقی هستند. پس نمیدانم آیا من از آنها هستم یا خیر. و ایمان واقعی به دل صاحبش ایمان امنیت و آرامش و زندگی پاکی که بدون آن متحقق نمیشود میآورد. خداوند متعال میفرماید هر کسی که کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است او را به زندگی و حیات پاک زنده می داریم. همچنین می فرماید همانا کسانی که ایمان آوردن و دلهایشان به یاد خدا آرام می گیرد، آگاه باشه تنها به یاد خدا دلها آرام می گیرد. و شاعر می گوید وقتی ایمان ضایع شود امنیتی باقی نمی ماند، و کسی که دین را زنده ندارد دنیای برایش نیست، و کسی که به زندگی بدون دین راضی شود پس فنا را به خود نزدیک نموده است.
ستایش و عزای ذات خداوند و پروردگار جهانیان است و گواهی می دهم بر این که نیست معبود بر حق جز الله واحد ولا شریک و گواهی می دهم بر این که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. برادران مسلمان، وقت ماه مبارک رمضان ماه ایمان است، پس این ماه همچنین ماه مردساز و قهرمانساز نیز می باشد، چون روزه مدرسه عملی است که مردان واقعی را آشکار می سازد. احمد شوقی می گوید روزه حرمان و پرهیز شرعی تادیب با گرسنگی و برای خداوند خوشرو و خودو می باشد. هر فرض دارای حکمت است و ظاهر این حکم عذاب و باطن آن رحمت است. شفقت و مهربانی را ایجاد و بر صدقه و خیرات تشویق می کند، تکبر و غرور را می شکند و صبر را آموزش می دهد و کار نیک را راه اندازی می نماید تا که کسی به سیر عادت نموده است گرس نشود و کسی که با اسباب لذت و خوشگذرانی عادت دارد از آن محروم گردد و بداند که محرومیت چگونه واقع می شود و بداند وقت محتاج می شود چگونه احساس درد می کند. کسی که پیرامون قرآن کریم تأمل نماید در می یابد که مردانگی صفتی است که خداوند متعال آن را به کسی می دهد که اهلیت آن را داشته باشد و یکی از شروط اهلیت آن راستی تعهد به خداوند متعال بدون تغییر و تبدیل یا انحراف می باشد. خداوند متعال می فرماید، ترجمه آن زیر می باشد، از مؤمنان مردانی هستند که با عهد و پیمانی که به خدا بسته بودند صادقانه وفا کردند. پس کسی که از آنان هست که پیمان خود را به آخر رساند و شهید شد و از آنان کسی هست که در انتظار و چشم براه هست و هرگز تغییر و تبدیلی در پیمان خود نیاوردند. همچنین مردان واقعی کسانی هستند که جان و مال خود را برای خداوند متعال می فروشند و اثر این بیع در فدا نمودن نفس و مالش در راه خدا و دین و یا وطن یا ابرو و عزت برای کسب رضای خداوند اشکار می شود. خداوند متعال می فرماید، ترجمه آن زیر می باشد، بیگمان خداوند از مؤمنان جانهایشان و اموالشان را خریده است با بهای اینکه بهشت برای آنها باشد، بدون صورت که در راه خدا جنگ می کنند پس می کشند و کشته می شوند. این وعده حقی است بر او که در تورات و انجیل و قرآن آمده است و چه کسی از خدا به حدش وفادارتر است. پس شاد باشید بداد که شما به او کرده اید و این همان کامیابی بزرگی است. ماه مبارک رمضان ماه ساختار مساجد و شب زندهداری می باشد و این دو امر از مهمترین عوامل ساختار شخصیت و مردانگی از خداوند و پیامبر خود می گوید. ای جامعه برخورد پیچیده، شب را جز اندکی بیا و عبادت کن، نیمه از آن را یا اندکی از آن کم کن، با اندکی بر نصف آن بیفضا و قرآن را با ترتیل و تعامل بخوان. یقینا ما به زودی سخنی سنگین بر تو نازل خواهیم کرد. بیگمان شب زندهداری بر نفس دشوار است و برای گفتار و نیایش مناسب و استوارتر است. و همچنین میگوید آنها بخش اندکی از شب را میخوابیدند و به نماز و نیایش مشغول بودند و در سحرگاهان طلب امر می کردن و در آیت دیگری فرموده است پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور می شود. پروردگارشان را با بیم و امید می خواند و از آنچه به آنها روز داده ایم انفاق می کند. بس هیچ کس نمی داند چه با شاهی بزرگی که مایه روشنی چشمه هاست برای آنها نهفته شده است به پاس آنچه که در دنیا انجام می دادد. شب زندهداری از امور مهمی است که باید بر آن تلاش نماییم، به ویژه در دهه آخر مبارک رمضان، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم در دهه شب روز آخر ماه مبارک رمضان بیشتر از دیگر اوقات تلاش و اجتهاد می نمود. و از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است که فرمود هنگامی که ده روز آخر می شد و نبی کریم صلی الله علیه و سلم در عبادت زیاد می کوشید و از زنان خود دوری می گزید و شبهای خیش را زنده می داشت و اهل خود را از خواب بیدار می نمود. رمضان با سرزنش نمودن نفس و شهوت و خواهشات قهرمان سازی و مرد سازی می کند. همچنین باعث آرامش بیداری وجدان، تنظیم سلوک و رفتار، نیک تصرفی، اعلای ارزش های اخلاقی و انسانی و مکارم اخلاق می شود و سلوک انسان را تنظیم می کند و آنها در همه امور زندگیش مستقیم و راسته می گرداند. پس حقوق دیگران را حفظ و وجایب خود را ادامه می کند و برای تحقیق هر نوع خیر و خوبی و اصلاح نفس مجتمع، اصلاح وطن و امت خود تلاش می کند و از همین جاست که اثر آن در استقرار و تقدم مجتمع نیکس پیدا می کند و روحی دوستی، الفت و مهربانی و دیگر مفاهیم عالی که در پیشرفت و تمدن ملت ها سهم می گیرد را میان مردم منتشر می سازد. پس باید ما تلاش نماییم تا از این روزها برای یاد و ذکر خداوند، دعا، تلاوت قرآن کریم و تلاش در انجام افعالی که ما را به خداوند متعال نزدیک می سازد برداری نماییم، تا که از جمله محرومین از رحمت خداوند در این روزهای مبارک نبوده باشیم. چون پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید همانا پروردگارتان در روزهای دنیای شما نفحاتی دارد، پس خود را در معرض آنها قرار دهید، چون اگر یکی از شما را نفحه از این نفحات برسد شاید هیچگاه بعد از آن شقی و بدبخت نشود.